تندیس چوبی مسیح که با روش پلیکروم پرداخت شده است، جا به جا رنگ ها دچار ریختگی شدن که این ریختگی توأم با برداشته شدن بستر آهکی زیر آن است. ترک سرتاسری که از بالای شانه تا پایین ادامه یافته و بخش دیگر امتداد ترک را تا بالای ساعد مشاهده میکنیم. فقدان انگشت ها انباشته شدن گرد و غبار بر روی تمام سطوح رنگی و غیر رنگی آن. عمده آسیب های قابل مشاهده بر روی این اثر هستند. استفاده از لایه تدارکاتی قرمز رنگ زیر لایه اصلی. تکه های جدا شده از اثر که در بخش بین دست و بدن تندیس محفوظ ماندن. این تکه ها مشخص نیست به چه جایی تعلق دارن. آیا میتوان به روش آناسیلوز آنها را در جاهایی که فکر میکنیم متعلق به آنجاست قرار دهیم؟ با برداشتن لایه رنگ افزوده شده، رنگ نخستین اثر که قرمز بسیار خوش رنگی است از زیر آن نمودار می‌گردد. چین خوردگی ها و بلند شدن لایه رنگ رویی ناشی از حرکات میکروتکتونیک در لایه های زیرین به ویژه چوب بستر اصلی اثر است. برای درمان این بخش از سدریکس استفاده کردم. فردا نتیجه آن مشاهده خواهد شد. می توان از سدریکس به عنوان لایه اول درمان و سپس از لایه الکل برای لایه نهایی و پوشش نهایی آن استفاده کرد. برای برداشتن لایه رنگ افزوده بر روی اثر از سود 20% استفاده شده است. لایه رنگ اکنون تبدیل به ماده پلیمر و سخت شده که به جز استفاده از حلال های قوی به هیچ وجه نمیتوان آن را از میان برداشت. بقایای رنگ اصلی در این قسمت نمایان است که کوشش بر این است تا سطوح رنگ شده را به حالت اولیه‌اش بازگرداند. به تدریج رنگ قرمز اصلی زیرین از پس لایه رنگ افزوده شده نمایان می‌گردد. زدودن
رنگ افزوده از روی رنگ ارغوانی زیرین و پدیدار شدن رنگ اصلی. بخش های کناری به دلیل سست بودن لایه ها نیاز به تثبیت دارند که با پریمال 10% این بخش ها را می توان تثبیت نمود. نمای پشت تندیس چوبی پلیکروم پس از برداشتن رنگ‌های اضافی و گرد و غبار و دیگر مواد ناخواسته در بخش میانی ردا قسمت باقی گذاشته شده با رنگ پیشین نمایان است. در این دو تکه به جای مانده اثر ضربه های قلمو از رنگ رویی نمایان است که ناشیانه و ناهموار نسبت به رنگ یک دست زیرین است و بخشهایی از نقش روی رنگ اصلی که به صورت طلایی از زیر رو رنگی پدیدار شده است.